دعای زکریا برامون مطالب عدیدی رو داره. گفتیم اولین موضوعش امیدوار بودن به درگاه الهی است، من لدنک، درگاه الهی، درگاهی که هیچ گونه اسبابی رو نباید ما در اونجا تصور کنیم، درگاهی که هیچ گونه مانعی رو نباید در اونجا ما شاهد باشیم یا مشاهده کنیم یا احساس کنیم، درگاهی که اراده او هست، حکمت او هست و رحمت او هست. یکی از مهمترین نکته هایی که در این دعا مشاهده میشه این هست که دعا یک دعای هدفمند هست، دعا بر مبنای رغبت های عموم انسانی نیست. همه انسان ها رغبت دارن که فرزند دار بشن، مگر در فرهنگ تمدن معاصری که غرب براون به ارمغان آورده که این نیاز یا این حس رو در ما کور کرده و مرد رو به جای زن، زن رو به جای مرد به کار گرفته و حتی به درجه رسیده که هم جنس رو با هم جنس به عنوان زوج یک قانون تعریف کرده یا حقی تعریف کرده در جزء حقوق انسان شناخته. خب این بحث جدایی هست، این دو داخلی موضوع شدن، بحث مستقلی هست. اما به طور طبیعی هر انسانی بر حسب غریزه و فطرتی که داره میل داره به این که صاحب فرزند یا نسلش تداوم داشته باشه، هر انسانی. در این دعا ما فقط بحث نسل، تداوم نسل رو نمی‌بینیم، بحث فقط فرزنددار شدن رو نمی‌بینیم، بلکه فرزندی که درش پاکی و درستی و سلامتی باشه، طیب باشه، فرزندی که بتونه نقش پاک و سالمی رو در جامعه ایفا کنه و به عنوان تداوم بخش مسیر انسان عزت و آبروی اون رو مستمر محفوظ نگه بداره. به خاطر این همیشه دعایی که بکنیم از یاد نبریم که اگر فرزندم باشه بگیم ذریه طیب و اگر رزقم باشه بگیم رزق طیب و به همین صورت هر نوع امکانات رو با این وصف طیب حصرش کنیم تا اینکه از فتنه نعمتها در امان بمونیم و برکت نعمتها رو بتونیم دریابیم.